به دعوت شورای هماهنگی راه سبز امید در روز 22 خرداد ماه در تهران و شهرهای مختلف یک بار دیگر جنبش سبز حاکمیت جمهوری اسلامی را به چالش خواهد کشید. در همین ارتباط گفتگویی انجام دادیم با جناب آقای مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی از پاریس. جناب آقای کاظمیان، همونجور که می‌دونید شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم دعوت کرده تا 22 خرداد در خیابون‌ها حاضر بشن و با تظاهرات سکوت اعتراض خودشون رو نسبت به روند حاکم در جامعه اعلام کنن. فکر میکنید اهمیت این ظهور و بروز اعتراضات مردمی در شرایط فعلی تا چه حد است؟ دو سال بعد از انتخابات جنجالی 22 خرداد 88، نفس این التهابی که وجود داره جامعه ایران و برحال این بنبستی که به نظر میرسه حاکمیت و همینطور البته جنبش سبز در تعامل با هم دیگه دچار اون شدن، یعنی نه حاکمیت تونسته اقتدار خودش رو تحمیل کنه و جنبش سبز رو کاملا به حاشیه ببره و نابودش کنه، چنان که حتی از تشییع جنازه آقای مهندس صحابی در تهران هراس داره یا همچنان داره فعالین سیاسی رو به زندان‌ها برمیگردونه یا احضار میکنه و همینطور خوب جنبش سبز با توجه به سرکوب خشونتواری که متوجه شده، مجموع سرکوب‌های به حال مستقیم و غیر مستقیمی که متوجه نیروهای سیاسی و فعالین جنبش شده، عملاً به حال از حضور خیابانی دور شده. هرچند که من شخصا جز اونایی هستم که حضور جنبش و به حال زنده و پویا بودن اون رو فقط در خیابون‌ها تعریف نمی‌کنم. این جنبش فعلا در متن جامعه ایران زنده هستش، به شکل پویایی تحرک داره و در هر به حال نقطه عطفی به عقیده من میتونه خودش رو متولور کنه. این اتفاق مهمی که رخ داده در دو سال اخیر که به عقیده من این خودش رو در 22 خرداد هم نشان خواهد داد، این هستش که اساسا نیروهای حامی جنبش سبز و سبزها به حال اینها به سایه رفتن و این نیروهای سرکوب هستن که زیر پروژکتور افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفتن. یعنی اگر در روزهای بعد از انتخابات در مجموع تجمعات و اعتراضات خیابانی سبزها کاملا زیر نورافکن نیروهای سرکوب بودن و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی میتونستن اونها رو رصد کنن و با به حال برخورد فیزیکی یا به حال خشونت‌بار اونها رو مورد حمله قرار بدن، اینجا در برای مجموعه تحولاتی که طی شده در این نقطه زمانی به گونه‌ای شده که این بازی وارونه شده و این خودش خیلی معنی‌دار هست. من شخصا امیدوارم که در 22 خرداد مستقل از این که چه میزان بروز ظهور داشته باشن سبزها، نفیان یا اثباتن، یعنی چه با حضور مجموعه نیروهای سرکوب یا با حضور مردم به شکل معنی‌دار در سکوت در خیابان‌ها، یک بار دیگه جنبش سبز نشون بده که تا چه اندازه واجد پتانسیل هستش برای تغییر نظام سیاسی و همینطور اقتدار مشروع نظام سیاسی رو به پرسش بکشه بار دیگه. با این تفاصیل شما مهمترین بحرانی که امروز پیش پای حکومت جمهوری اسلامی هست رو چه بحرانی میدونید؟ واقعیت این هستش که نظام سیاسی در حال حاضر در ایران واجد بحران اقتدار هستش، به حال از یک بحران هژمونی رنج میبره و این کاملا محسوس هستش و تنها نقطه اتکای حاکمیت همین سلاح و نیروهای سرکوبی هستش که در اختیار داره و طبیعی هستش که اینها در طولانی مدت نمیتونن بقای یک نظام سیاسی رو به شکل دموکراتیک و بدون هر گونه چالشی تأمین کنن، به ویژه در مورد جمهوری اسلامی که با بحران‌های اقتصادی، بحران در مناسبات جهانی دست به گریبان هستش و اینجا بحران مشروعیت به علاوه بحران مشروعیت اخلاقی حاکمیت بعید من چالش‌های جدی رو متوجه حاکمیت کرده. من فقط به این نکته مایلم مؤکداً اشاره کنم که پویایی و حیات جنبش سبز گره خورده با بروز ظهور خیابانی اون نیستش. چیزی که مهم هست برای سبزها تقویت شبکه‌های اجتماعی است که مورد توجه رهبران جنبش سبز ویژه شخص‌های مهندس موسوی بوده و تقویت شبکه‌های سبز هم شبکه‌های اجتماعی سبز هم به معنای حضور صرف در فضای مجازی نیست، یعنی این حضور در فضای مجازی میتونه کمک کنه به اطلاع رسانی، به آگاهی بخشی، اما صرف آگاهی بخشی و اطلاع رسانی واجد کفایت نیست برای بازتولید و تثبیت و تقویت شبکه‌های اجتماعی، چرا که این شبکه‌های اجتماعی باید پیوندهای ایجاد کنن که این پیوندها واجد اعتماد باشه و بتونه در مقاطع زمانی که به هر حال نیروهای حامی جنبش احساس میکنن بتونه خودش رو متولور کنه، اهم از بهار
محافل خانوادگی یا کاری یا به حال قومی زبانی جنسی تفاوتی نمیکنه. مهم باستولید و تلاش برای گسترش این شبکه‌های اجتماعی هست و این شبکه‌های اجتماعی هستش که میتونه در یک نقطه عطفی بعد من تکلیف چالش جدی میان نیروهای دموکراسی‌خواه و ساخت قدرت اقتدارگرا در ایران رو مشخص کنه.